امروز شماری از دانشجویان و ساکنان ولایت غور اینجا در هرات گرد هم آمدن و خواهان توجه حکومت مرکزی به زادگاه اصلیشان شدند. حالان میگویند که بیش از یک ماه است که به صورت گسترده در شماری از بولسوالی‌های این ولایت جنگ جریان دارد و گفته می شود که ده‌ها نفر از غیر نظامیان و نیروهای خیزش مردمی در اثر همین جنگ‌ها کشته شدند. جنگ‌ها به شدت در بولسوالی‌های غور جریان دارد و حدود 109 نفر از شهروندان و از خیزش‌های مردمی غور به قربانگاه شهادت رفتند و شهید شدند و ما شاهد هیچ نوع عملیات تصفیه‌ای از طرف دولت نبودیم. متاسفانه ولسوالی‌های 6 ولسوالی غربی فیروزکوه یا غور در حالت سقوط قرار داره. تماما مردم بیجا شدن، خانه های مردم ویران شد، تعداد کثیری از شهروندای غور رو مرکز فرار کردن که متاسفانه مرکز هم مرکز باقی مانده، دیگه قریه و یک کدوم منطقه به مرکز هم باقی نمانده. غوری ها در هرات دولت را به کم توجهی متهم می کنند و می گویند که حکومت مرکزی هیچ نوع اقدامی در این زمینه انجام نداده است. آنان می گویند که اگر مقامات مرکزی در این زمینه توجه نکنند، فاجعه گسترده انسانی در این ولایت به وقوع خواهد پیوست. شما ببینین در مناطقی که مقاومت صورت گرفت علیه طالبا یک پایگاهی ندارن، اما اگر دولت توجه نکنه به اینا با ریشه میدوانن به داخل منطقه، به خود سربازگیری میکنن و همسویی همفکری خودی مردم با خود موافق میکنن به ایگه و پایگاه عملا در این مناطق گوکوش در مناره عملا پایگاه عالی ساختن به خود و مردم در شرایط قرار میدن که اگر شما مثلا در صف ما جهاد نکنین شما رو ما مورد لتگو از فرزندان شما از اقوام شما عمر مورد ضرب و شتم قرار میده. آنان همچنان افسودند که پیگارجویان طالب از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و گفته می شود که بیشتر کشته شدگان شامل زنان و کودکانند. یک شب گذشته یعنی پریر شب و اونجا جوانانی که محصلین بودن از همین هرات فارغ التحصیل شده بودن رفته بودن اونا به صف جنگ مقاومت میکردن تا اینکه شهید شدن و دیروز ما شاهد ازی بودیم که در ولایت غور در ولسوالی دولتیار قریه به نام قریه یا دهکده سومک یاد میشه به اونجا توسط ماین کارگزاری شده ای که توسط طالبان مسلح دولت مخالفان مسئله دولت کارگزاری شده بود اونجا 8 تا طفل ما از دست دادیم، طفلایی که سن بین 5 سال تا 15 سال داشتن. آنان از دولت میخوان که در زودترین فرصت به این چالش رسیدگی کرده و نگذارد تا مردم غور بیش از این زجر ببینند. بی‌کفایتی اداره محلی غور باعث ازی شده که همه ولسوالی‌ها همگی در مرز سقوط قرار بگیره. امروز شما همگی در جریان هستیم که در هر جای اگر دشمن تهدیدات خود شدید میکنه در اون جگاه جنگ صورت میگیره با سلاح‌های مدرن و امکاناتی که اونا دارن رم باعث از نمیشه که همو پوسته یا همو ولسوالی یا کدام مرکز دیگه باشه سقوط بکنه. امروز هیچ عملیات تصفیه‌ای در غور صورت نگرفته. بیش از 109 نفر ما شهید داریم، به کمتر از یک برد میشه. آیا این مردم غور عضو همی دولت نیستن؟ گفته میشود که برخی خانواده ها به دلیل جنگ و ناامنی خانه هایشان را ترک کرده و ولایت های همجوار آواره شدن. این در حالی است که گفته میشود از یک ماه بدین سو جنگ در اکثریت ولسوالی های غور جریان دارد.